از اینجا هم دیگه شروع میشه. موزه چندین طبقه است، حالا مثلا مثل سبک موزه مرسدس و با موزه بی ام بی، حالا یه مدار تفاوتش بیشتره، خب یه مدار حجمش هم لحاظ اندازه هم میخواب حساب کنی خیلی کوچکتر از موزه های دیگه که هست توی آلمان، برای مثلا بی ام بی، پورشه، مرسدس. و شما رو میبره قسمت بالاترین نقطه و شما شروع میکنین از بالا، میتونین بیاد مسیرهای مختلف. حالا تو این ویدیو فقط یه دونه کل مسیر رو با هم میریم که ببینیم به چه شکله و مثلا بحث تاریخچه‌اش هست که قدیمی ترین مدلی که پورشه داشتش. حالا یه نمای کلی اون سمت که ماشین کلاسیکش هست، قدیمیش، ریسینگش، و این سمت هم که میاد یه مقدار مدل خیلی قدیمیش. بعد میتونی یه سری اطلاعات اینجا در مورد سری ویدیو هست که در مورد پروسه ماشینا مثلا از چه پروسه تهیه کرده تا مثلا به اینجا رسیده پورشه، و مثلا یه سری تکنولوژی هایی که داشتش که میتونین مثلا ببینین. یه نمای کلی فقط با هم از موزه داشته باشیم، بعدا دیگه در مورد ماشینا با جزئیات براتون صحبت میکنم. اینجا هم یه شاسی قدیمیشو میبینیم. پورشه تایپ 360 برای سال 1947. ولی جالبی ترین چیزش که ماکسیموم سرعتش 300 کیلومتر در ساعته. یه حساب کتاب کنید 1947 واقعا خیلی برای اون دوره سرعت زیادی. نما داشته باشیم پورشه 356 رودستر، این سرعتش 135 کیلومتر در ساعته. من میتونیم بمیذاره جزئیاتش ببینیم. اینم خواسته پورشه 356 دو کوپه، این 140 تا ماکسیموم سرعتش. این سبک دیزاین پورشه از قدیم تا الان دیدین حفظ شده و این خیلی مهمه برای کمپانی ها که اصالتشون رو حفظ کنن. خب اینجا هم هرچی داریم جلوتر داره مدرن تر میشه. سال 1950 لوگو طلایی پورشه خیلی جالب. این هم 140 تا ماکسیموم سرعتشه واسه سال 1950. یعنی ذره از عقبتر بگیرم که کل ماشین رو میتونین ببینین. سال نکنین شروع میشه دیگه 1950 1953 میبینین که همچنین جلوتر میره، هم علاوه دیزاین هم علاوه تکنولوژی داره میره بالاتر. خب پورشه 356 کوپه رو دیدیم، اینجا هم 356 پروتوتایپ مثل حالت کانسپت. این 155 تا سرعتشه، 4 سیلندره واسه سال 1954. حالا چون که این ویدیو نمیخوام خیلی طولانی بشه، خیلی زیاد در مورد فنیشون توضیح نمیدم، فقط یه اطلاعات کلی بهتون میدم که مثلا واسه چه سالیه،
و میتونیم با هم ببینیم. خب بریم جلوتر. سال 1955 پورش 356 سپیدستار. نمای داخلش هم با هم ببینیم و این برزنت های بالاش که سخفش واقعا چه جزئیاتی برای راحت برای 70 سال پیش دیگه. جلوش ببینین که هر نقطه محله که جلو میره ایستی مثلا جزئیاتی به دیزایناشون استفاده میکنن. اینجا هم که برای تکنولوژی کربن استفاده کرده بودن توی ماشیناشون که توی زمین ریسینگ کربن خیلی فوق‌العاده استفاده زیاد داره، اونم دلیلش اینه که مقاومت به حرارتش بالاه و سختی بالا داره. این رینگ کاملا آلومینیومیشه، برای سال 1996 آلومینیوم هلو. جالبه. خب اینم یه بدنه خامه که اینه جلوتر ببینیم. نما از عقب بهتون نشون بدم. اینم از فایبر گلس با برای پورش 908 ساخته شده. کل این شاسیه 130 کیلوگرم هست. با اینکه فوق‌العاده قدیمیه ولی ببینیم که این فاصله گپایی که بین قطعاتش هست، ببینیم چه جزئیاتی داره. این رگ‌های فایبر گلاس رو میتونیم ببینیم داخلش. یه نکته جالب داره، اینا ترازو هن. شما میتونید مثلا وزنشون رو ببینید. حالا من به نظر زوم کنم که میشه وزنش رو اینجا دید که مثلا یه جوری جهت اثباتش. حالا من یه نما از عقبتر بگیرم براتون. جزئیات جالبی داره. میشه گفت یکی از اولین پورشه اسپایدرایی بود که واسه سال 1956 4 سیلندر 220 کیلومتر در ساعت سرعتشه. واقعا فوق‌العاده است. این نمای داخلش هم ببینید که کارمندای ریسینگش و دیزاین زیباش. واقعا زیباه. میبینیم یه نما از اگزوز اولش هم داشته باشیم. خیلی خاصه. این هم پورشه 356 بیه کاررای جی تی 200 سرعتشه 4 سیلندر واسه 1960. سعی میکنم از عقبتر بگیرم که نمای کل ماشین باشه. واقعا تنها چیزی که برای من خیلی زیباه مثلا این دیزاین خیلی روونشه، بدون هیچ لبه مثلا تیزی
بدون هیچ کروشر چیزی، خیلی اسموس ربون. خب اینجا هم یه مدل ریسینگ داریم، سیستم کمک پنرش رو با هم نزدیک ببینیم زیادی داره. پورشه 718 برای مسابقات فرمول دو استفاده میشه، 250 کیلومتر در ساعت سرعتشه، طولش هم الان سیلندر هم که 4 سیلندر باکسره، اینم با سال 1960. این 1960 خیلی اتفاقات یه جوری میشه گفت پله پرشه تو زمینه ماشین ریسینگ و مسابقه ای بود. سعی کنم در عقب‌تر بگیرم. جزئیات داخل رینگ شده و قسمتی که وصل میشه و جام که قسمت کن من فقط کمک پنره عقبش خیلی زیباست. نمای داخلش هم با هم ببینیم. خب پورشه 356 بی 2000 جی اس کاررا جی تی با سال 1963 4 سیلندر 220 تا حد اکثر سرعتشه. در مورد این ماشین هم توضیح داده که یه موردی همیشه تو ماشین های ریسینگ هست، این وزن بدن است که اینجا مثلا کمپلت از آلومینیوم استفاده کردن که خیلی بهشون کمک کرد که وزن ماشین بیاد پایین و واقعا چیز از زیباییش نمیشه. اصالت پورشه همچنان حفظ شده. اینجا هم همون سبک اگزوزش داریم. یه بده با نمای نزدیکتر براتون بگیرم. این هم پورشه 718 RS 60 اسپایزر باسه 1960 4 سیلند. قسمتش خیلی خوشم اومد اینجا که دریچه مثل حالت کوسه، خیلی اینجا خیلی خاصه و اون قسمتش هم مثل فراری منظر میمونه که یه دونه برای راننده داره و کرمنده اسپورتش و شاسی داخلش و اینجا دست دندش و با دستی و با یه سری امکاناتش. بعد خیلی خواسته خصوصی آینه بغله آینه وسطش. اینا دیگه نها کنید یه سبک خانواده از ماشین ها هستن دیگه، نها کنید از اونجا شروع شده، دیزاینش اومده بهتر شده، یه سری تغییراتی انجام داده. این تو این ماشین شما قشنگ متوجه میشین که چقدر سبک دیزاینش مثلا تغییر کرد و بهتر شد. همون قسمت حالت کوس و مانند که گفتم اونجا مثلا یه مقدار حالت خشن‌تر بود، اگریسیف‌تر بود، ولی خب اینجا خیلی تطابق بیشتری داره. این هم پورشه 550 آه با سال 1957 240 تا سرعت میره و میبینید همطوری مثلا این پروسه که طی کرده، همینطوری که رو به جلو اومده دیزاینش فوق‌العاده بهتر شده. یعنی سال به سال همینطوری ماشیناشون کار کردن که
بعد تقویت بهترش، بعد زیباییش، امکاناتش، حالا اطلاعات موتورش، حتی حالا میتونید مقایسه کنید با اون مدل قبلیه که دست دنده هاشو بهتون نشون داده بودم، حالا یه نظم خاصی پیدا کرده داخل کربنداشون و گوشه چیز جالب من میبینم، حالا فکر میکنم نور خوب باشه، ولی کپسوله برای آتش نشانیش که کوچیکا هست برای احتراق، ولی واقعا فوق العاده است. میتونیم این نمونه داخلش رو نزدیک ببینیم، حتی شاسیاش خیلی جالبه. در مورد این دوتا مسیر که صحبت کردم که دیدین ماشین از اول که شروع شد تا این پروسه رو که طی کرد، هم از لحاظ دیزاین بهتر شد، هم از لحاظ موتور، شاسی و خیلی امکانات دیگه شد.